اوه حدیث مژدگونی یارانه ها رو ریختن. بده من سهم منو بده. بابا سهم تو 5 دلار برم خرید کنم. حدیث بریم سریع خرید کنیم، پول دار شدیم. بده ببینم خودم خرید کنم. آره یه دیگه چیز چیپس دیگه بگیریم، میخوام. چیپس مخوام بگیریم، نیگه بخرم. مخوام مخوام مخوام. گاگا نیگه چیپس بخرم. گاگانینی گاگانینی بده. ای حدیث میبینی بعد از یه روز کاری سخت چقدر پول دادم بهت برای اون گزارش؟ تو چه کار داری؟ میخوای ازم بگیریش؟ نه میخوام ببین پولامونو بذاریم رو هم تو خرج زندگی کنیم دیگه، فقط نمیشه که من خرج مال بدم. چقدر؟ مال تو چقدر؟ مال من یه 75 دلی فکر کنم داد بانو بلیت. تو خیر سر رفتی بانو بلیت جور لو بدی رفتی شدی آدمش تو دیگه. ببین یه دست نزن، ببین دیگه شرایط فرق میکنه دیگه، پول که آدم نداشته باشه دیگه مجبوره پول بگیره از یکی دیگه، چه بهتر که بانو بلیت اون پولو بده. نمیخواستی طلاقش؟ نه تو وایسا، تو از آن پول زنی رفتی شدی مشاوره تغذیه برای من، خجالت نمیکشی؟ من باز یه مدرکی گرفتم این واسه من دو ای حتی سلام. میتونی دیگه کامل یه مطب باز کنی؟ من میتونم تبابت خودم رو شروع کنم. احسنت احسنت احسنت. میخوام دیگه یه مطب باز کنم، تزریق ژل و بوتاکس و اینا. الان پول تو این چیزا هست به نازم، یعنی میان آخه مردم این شهر به نظرت با این گرونی ها؟ من خانماشو دیدم خیلی میخوان بر آقایاشون دلبری کنن. اوه 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 حتما مشتری من میشن. اوه 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 اوه. یکیشون بهش امروز گفتم کارت مطب بهش دادم، گفت میخوام لبمو جلوه ای کنم. جلوه ای؟ تو که مطب نداری میخوای بیاری اینجا عملش کنی؟ بابا اینجا شبیه مطب نیست که. مطب میزنیم دیگه. بذار مطب پول داری مطب بزنیم؟ بذار پول ازش بکنیم از این با هم دیگه. آره حدیث، چند روزی من به این دفترچه از تو خونه بانو ویلیج اوریجین دارم فکر میکنم، احساس میکنم این باید یه لوکیشنی جی پی اس چیزی باشه. قبول داری؟ کدوم دفترچه؟ بده ببینم. با همون که خودت نوشتی دیگه. به نظرم باید یه دونه جی پی اس بگیریم، خیلی گرونه. یا اینو میگم جی پی اس بعد میخوای به کجات وصل کنی؟ با یه با جی پی اس میتونیم مشخصاتو بگیریم، ولی نمیدونم ارزش داره یا نه. یعنی اینجا مکان اون گنجه رو نوشته حالت رمزی یا نمیدونم. خدایی چرا؟ بنداز بنداز بازی کنیم؟ بنداز بنداز بده دیگه. ببین حدیث داری با من لج میکنی یا پولا تو تخ کن ببینم، ببینم واسه زندگی برم یه چیز میز بگیرم. پولم کجا بود؟ برو با پول خودت بگی. با پول من کمه، خجالت بکش. ببین تا داری با یه خانم دکتر حرف میزنی ها، مراقب حرف زدن. چیه به نظرت؟ برو در باز کن. من برم خیلی خیلی بیشوش. وقتی دکتر شدی خیلی بیشوش شدی. سلام بفرمایید جون. سلام بفرمایید جون. بانوله شما رو به جلسه شورا دعوت یا ما رو به جلسه شورا؟ یعنی چی؟ خب مجبوریم بیایم. برای کیه؟ کی باید بریم؟ فردا. آها اوکیه، پس میایم دیگه حتما. مرسی مرسی که خبر دادی، لطف کردی، خدافظ. حدیث یه سربازه بود میگه بانو ویلیج شما رو به جلسه دعوت کرده، جلسه شورا، ما چرا باید بریم؟ بانو ویلیج غلط کرده، من که وقت قبلی باید بگی. آه دیگه منم که خبرنگارم باید پول بده حتما برم، ولی نری میاد سرمون رو میزنه. بابا حدیث تو به عنوان منشی من یه بررسی کن ببین من کی وقت. من منشی؟ من خودم خبرنگارم بابا، بعد بخ بیا پایین. خبرنگار یه کاری نکن بنویسم دکتر قلابی بیان بریزن سرت، ندونی که چی میشه. خب میگم من مدرک رسمی قانونی دارم، جدرت دست من الان، فهمیدی؟ حدیث میدونی چی الان جدی؟ الان چرا بانو ویلیج باید ما رو خبر کنه؟ شاید نمیدونم، شاید منو که میدونم، من چون فرمانده بودم به خوبی هم از پس فرماندهی بر اومدم قبلا برای اون، ولی تو رو چرا؟ من چون یه خانم دکتری هستم خواهد برم معاینه معالجه. برو آماده شو، فردا دعوت میدیم، باید بریم شورا ببینیم چه خبره. حدیث بیا بریم ببینیم بانو ویلیج چه خوابی دیده برای ما. خدا رحم کنه. خدایی دیگه اینجور صدا نزن آبادم کنم دکتر. برو دو روز دکتر شد واسه ما. ببخشید سرباز، بانو ویلیج گفته بود ما نمیدونم بیایم شورا، چرا دعوت شدیم شورا؟ من دنزو هم، ایشون هم خانم دکتره، تاییده. میتونیم بریم؟ آه بیا بریم حدیث، بیا بریم. گفتن اتاق جلسه اینجاست، بیا بریم ببینیم چه خبره. اوه 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 سلام، وای همشون جمعشون که جمعه. بیا بانو ویلیج ما رو دعوت کردین، اینجا چه خبره؟ چی شده؟ میشه بگین جلسه برای چیه؟ یه مدت مردم صداشون در اومده، شورش کردن، خلاصه اوضاع خیته. آها خب یه تصمیمای گرفتم. چه تصمیمی؟ اول کارو آوردم اینجا که دور این تلویزیون تو با این مسمسک دوربینت بگیریم، چند تا گزارش بدی به مردم. آها. یه یارانه میخوام بدم به مردم.
تو فیلم میگیری بهشون میگی که این یارانه به نفعتونه و خیلی خوبه و اینا، چند تا گزارش هم میگیری مردم میگن به به یارانه خیلی خوبه، اون دکتر حدیث هم همون کارهای قبلش رو تکرار میکنه. آ یعنی میخوای یارانه؟ خب یارانه که خوبه، چیز بدی نیست، یعنی چیز نیست، گرون نمیشه دیگه، یه پولی میدین کمک کنی به مردم. برای اجرای این یارانه حکومتی احتیاج به شما مزدوران حکومتی دارم، برای همین صداتون زدم بیام میگم بیاین اینجا یکم همکاری کنین با هم. آه اوکیه بانو، شما که هر یه مدت دهن مردم بسته بشه با این یاران. ببخش فقط بانو یه سوال، این چرا این بالاست؟ این یعنی چی؟ این راه بمونه مدیومه الان تمرکز کرده رفته هوا. این زیاد نرست رو سرش بخوره رو سخف. این لارج مدیوم نیستش. آره دیگه این زیاد بره سرش بخوره رو سخف. ببین مردم چون که خرافات و اینا رو قبول دارن، این هم آوردیم اینجا که کم از لحاظ مذهبی اینا بره رو خنه به عنوان مشاوره دیگه. آره دیگه اونم یه جور مزدور حکومتیه دیگه. خلاصه ببینم چه میکنید شما. اوکیه پس فقط یارانه را کی میریزیم بانو بلیج؟ یه مدت شورش مردم ببینم میتونید بخوابونید. بانو بلیج یه چیزه، یارانه های ما که باید دو سه برابر باشه دیگه. آره اینطوری ها نیست. بچه آوردی که دو سه برابر کنم یارانه تو؟ آه بچه هم میخوای؟ بله من به ازای هر بچه یارانه میدم. این دیگه یکم اوکی نمیدونم. باش بانو هر فرزند آوری میخوام بریزم اگه فرد و جنگ شد و نام مثل اون سه قبلی. میخوام طرح فرزند آوری رو که سرباز کم نیارم. آه طرح فرزند آوری هم پس داریم. به 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 واقعا الان ممکنه جنگ بشه در آینده. من سربازم کم واقعا تو جنگ قبلی میذاری حرف بزنم یا نه؟ تو جنگ قبلی ما کلی از سربازامون از دست دادیم، جمعیت ارتشمون کم شده، الان در حفظ و حکومت هم در آینده احتیاج به سرباز دارم، من همین میخوام مردم رو تشویق کنم به فرزند آوری. خب یارانه چقدر میدیم بهشون؟ بیاره بزو دارم میگم دیگه، هر کی طوله بندازه، هر طولهی که بندازه بهش یارانه شو دو برابر کن. خوبه بانو، ما که موافقیم، من و حدیث موافقیم بانو، مشاور و فرمانده موافقن که حل دیگه تصویب کنیم بره. الله و برکت الله، با امید خدا تصویب کنیم. اوکی این راهب اون بالا بالا خبر داره. اوکی راهب خطبشو بخون. آره دیگه اوچی همه سی اوچی خطبشو بخون، حلال باشه به امید. آره دیگه یه سوره هم بخونیم بریم دیگه. بانو ریز از این چیزایی که روی میزن اینا میتونیم مصرف کنیم یا اینا نمایشی هست؟ اینا تزیینیه، دستتو بکش. من با اجازت اینو بردارم، اینم بردارم و اینم بردارم بریم دیگه. خیلی ممنون لطف کردین حدیث. بیا بریم. مزدور حکومتی گداخوشیه. نه بیا بریم حدیث. خدافظ. جلسه خوبی بود. بیا بریم. حدیث دیدی چه جلسه سمی بود؟ چه بودن چند تا مفخر نشسته بودن؟ اون حرکت خجالت آور چی بود آخرش؟ با کله چیز زدی وسط برای ما؟ اگه ببین برای ما از اون جلسه چیزی بمونه همین استیک هست. بیا بردم بگیر بخور دیگه. استیک کجا دیدی؟ تو میز برداشتم بابا، من خودم یه خانم دکتری هم میذاشتی شن و منزلت من حفظ بشه. بابا شن و منزلت چیه؟ بانوویلیج هیچی به ما نمیده. تو فکر کرد چیزی میاد به ما بده؟ همین یه سیکه هست، همین تو جلسه ها باید میریم باید بکنیم از بانوویلیج. یه دونه هویجه کنجول گوشت خجول میزکشته آب برو من بوردی. در دارم میزنم نمیدونم زور. برو باز کن یه بار، تو برو باز کن. عجب برو ما ماشی هستی من دکتر. سلام بفرمایین. دیگه کیه؟ سلام اومدیم یارانه تو. یو به این زودی؟ نه خوشم اومد. بله بفرمایید چقدر میشه؟ این 5 دلار یارانه شما اضافه مون بقیهشم به دولت و بقیهشم هم برگردونیم، یعنی اوکیه باشه. مرسی لطف کنین دیگه یارانه رو. ببینم شد بله همینه. دمتون گرم مرسی لطف کردین. خدافظ خدافظ خدافظ. اوه حدیث مجدگونی چه زود یارانه ها رو ریختن. ایخ بده من سهم من رو بده. بابا سهم تو 5 دلار برم خرید کنم. حدیث بریم سریع خرید کنیم، پول دار شدی. بده ببینم خودم خرید دارم. بابا خرید دو چی؟ با خرید خونه واجب تره، خرید تو دیگه نه. سهم رو بده تزیینات بخرم. نه تزیینات ول کن، من برم بیرون برم تخم چی بگیرم حدیث. بابا تخم خوب همه توصیدی میخوای تخم برم یه چیزی بگیرم از این پاس باکاله، من یه چیزی بگیرم بیام بخوریم. بودی شید ولی با میبینی چه بانوویلیش چه سر یارانه رو ریخ؟ فکرشو نمی کردم همه شیان خدایی. پول یارانه ما خیلی زیاد میشه. رستوران تا برو بشین. من 5 دلار خودی 10 دلار. بابا خیلی زیاد. خدا رو بشه من برم یه چیزی میگیرم میارم بخوریم دیگه. چیز خوبه چیز میگیرم. یا برو یه دونه نوشابه میگیرم. بابا من پول خودم مال نمیتونم خرج کنم، عجب آدمی هستی. 5 دلار منو بده دیگه. بابا 5 دلار میرم یه چیزی میگیرم میام بخوریم دیگه. من میرم میگیرم بده من. تو دکتری تو زشته. نه بریم با هم. تو چه سرش خلوته؟ دیروز بود که بیرون اومدم اینجا صف بود. اوه سینجا رو نگو کن. بگو
بیا اینجا رو نگاه کن حدیث، تخم از 5 دور شده بود 8 دور، الان شده 16 دول. چه خبره؟ مگه پول دادن که 16 دول؟ در کل من تو 10 دول داریم بابا، 10 دول به ما پول دادن، تخم شد دو برابر شده. باید یه نینی و نصف دیگه بیاریم تا بشه یه دونه بکیم. حالا باز خدا رو شکر خوبه، فقط تخم مرغ گرون شده، قبول داری؟ آره فوق تخم مرغ نمیخوریم. آره فوق تخم مرغ نمیخوریم دیگه، تخم مرغ رو چیه؟ بعد ما تو خونه داریم، اشکال نداره. من که آدم تخم مرغ نخوره میمیره. والله تخم مرغ دیگه چی میشه مثلا؟ برن هم داره. ببینیم الان یه اپسایز چیز داره. سلام عباس جون، عباس جدی تخم مرغ شده 16 دول یا اون الکی نمیشتی؟ سلام عباس 16 دول یعنی چی؟ خب عباس خود دیروز اینجا خیلی شلوغ بود، الان یک کسی نیست، چی شده؟ یارانه ها یعنی انقدر مهم بود برای مردم، پولدار شدن فکر کنم مردم، حدیث دیگه صف نمیبندن. آره دیگه مردم کلا نمیخوان ندارن که یعنی کرون شده نمیام بخوره دیگه. بابا پولدار آره تخم مرغ دیگه نخره. دمتون گرم، بریم. فقط عباس یه چیزی، اینجا مغازه ابزار فروشی بلد نیستی کجاست؟ ما یه چیزی باید بگیریم، چند تا مغازه پایین‌تر یکی است. آها دمتون گرم، خیلی لطف کردین، حدیث بیا بریم. میرم گاگانی تو خریدم دیگه. حدیث 10 دو یارانه مورد یارانه یه مطمئن برای گاگانیه تو ببینیم. حدیث یعنی یارو گفت چند تا فکر کنم اینجا ساره چه ابزار روشی چنگیز اسمی داره، چنگیز ابزار. ببینیم این دیگه چون بالا زدیست، این هم چیز مرتازه فکر کنم. آره نه اون بالا نشست رویست کفته. سلام خسته نمایستون های چنگیز ابزار، ببخشید میخواستم بدونم شمشیر دارین شما؟ پشتی به چه سیکس بکل داره؟ بابا بیا کنار، بیا کنار، چیز نکن، بیا کنار این مرد، هیزی نکن، برو تو پشتم وایسا، تو برو پشتم وایسا. خب قیمتش چنده های چنگیز؟ 35 دول بود شده چه خبره؟ مگه شمشیرم با تخم مرغ میسازن؟ آبا یه تخم مرغ گرون شده دیگه، عجب آدمایی هستین. وقتی داشتم اینو میساختم 4 تا تخم مرغ خورد. بابا بیا پایین، یعنی چی تخم مرغ خوردی کشیدی رو این شمشیره؟ عجب حدیث چی میگه اینه؟ بابا تو بیا اینجا، تو خیلی بد داری نگاهش میکنی. حدیث یکم فاصله بگیر دیگه، من با تو بیام بیرون. نه بیا بیرون یکم فاصله بگیر، تو بیرون وایسا، من میام. این ورزشکار بعد تو برو بیرون، یه لحظه برو بیرون، من الان میخرم میام. برنامه غذاییتون رو میشه به منم بدید آقای سیکس بک دار؟ آقا نمیخواد، برنامه غذایی نمیخواد. آقا اون شمشیر رو بده، بذار من پولو بریزم. این 44 تا، اینم سه تای روش دیگه، بستتون دیگه خیلی میشه. دمتون گرم، مرسی لطف کردی. نه دیگه نه، همین بس. بیا بریم، بیا بریم حدیث، بیا پهلوان، بیا بریم دیگه، تخفیفم باید به ما بدید. بیا بریم حدیث، بیا بریم، بیا بریم. کارت مغازه‌تون رو بدین آقای سیکس بک دار. الله اکبر حدیث، اگه من با تو اومدم بیرون، بیا بیرون. بابا ویل کن کارت، اینم شماره تا شماره میگیری میری جلو من، شماره میگیری حدیث؟ با کارت مغازه چی گرفتم؟ کارت مغازه شماره نیست. بیا بیرون ببینم، بیا بیرون. لازم میشه، خیلی اصلا حالا به هم خورد حدیث. رفتیم ما داریم، ما رفتیم شمشیر بگیریم، یارو رو نگاه کنی داری دورش میچرخی دید میزنی. من میخوام برنامه غذایی ازش بگیرم، من رژیم. آها اوکی اوکی باش، و بذار یه تاکسی بگیرم، هیچکی هم نیست که اینجا، یه تاکسی بیاد بگیریم بریم خونه بابا تو دیگه پارامو که. یه تاکسی داره میاد، بیم بیم بیم. آ تاکسی 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 تاکسی، ما خواستیم بریم گوزنجون در بست تورنج. بابا بذار به واسه قیمت حرف بزنم. آره بشین بریم، دی بشین بریم، اشکال نداره، بیا بریم. آقا دمتون گرم، ما همینجا پیاده میشیم، همینجا پیاده میشیم. بیا پایین جناب، خسته نباشید شما. دمتون گرم. چند چقدر میشه؟ 8 دول. بابا ول یا چه هشت، من دیروز اومدم 4 دول، یا چه هشت دول. من هر روز صبح به این توش طور یه دونه تخم مرغ میدم، حالا که تخم مرغ من گرون شده قیمتش رو بدید. به چطور هم یعنی تخم مرغ میدین دیگه شما؟ آره باش، ما که باور کردیم. آقا اشکال نداره، بیا یا بردار بردار بردار، این هم پوله. حدیث بپر پایین بریم، حدیث بپر پایین، خود خوشت اومد آقا حدیث. بیا 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 بگیرم ات، بیا پایین، بیا پایین. شلطور صورتی هم کجا بخرم با این گیرونی؟ بیا پایین رو تو مزیتمون داری میکنی یا حدیث. بیا اینجا ببینم آقا، به ما جمع کل 10 دول یارانه دادن، همه چی گرون شده، همه چی. یارو شمشیر سازه میگه من روزی دو تا تخم مرغ میخورم آوردم رو شمشیر. این راننده میگه من شطورم تخم مرغ میخورم. شمشیر ساز که حق داشت. بگن چی حق داشت، یعنی چی حق داشت آخه؟ ما فکر کردیم فقط تخم مرغ قراره که رون بشه، بعد یارانه‌شو دادم. عجب آدم این بانو ویلیج. دیگه چیکار کنیم؟ شاید خبر از ما این. اشکالی نمیشه که داره به من ظلم میشه. ولی ما باید جلوشو بگیریم. موافقی؟ ما باید جلوشو بگیریم حدیث.